درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز مهرشید ششم اسفند ماه 2582 ایرانیه و 25 از ماه فوریه 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب همونطور که میدونین رژیم اسلامی شاید در حد قاجار وابسته ترین حکومتی که در چند صد سال اخیر ایران وجود داشته و به وجود اومده، با این تفاصیل که شعار اینها نه شرقی نه غربی بودش و خیلی اینها تاکید داشتن که ما بسیار مستقلیم و غیره. میدونین که طی چند تفاهم نامه کاملا سری که از ملت ایران کاملا پنهانی نگه داشته شده و به همین دلیل هم ما یک شبه همه اینا رو پاره خواهیم کرد و چین و روسیه هم فکر کنم خودشون متوجه باشن که اینا هیچ ارزشی در آینده ایران نداره. یکی از دلایلی که به نظر من بدون شک هم چین و هم روسیه هم رژیم رو خواهند داد بره همینه، چون اینا حتما میدونن که وقتی یک رژیمی با مردمش رو راست نیست و نمیگه که به چین و به روسیه چی داده، مشخصا اون چیزی که داده نمیتونه روش تکیه بشود در آینده. یعنی چی؟ یعنی هرچی هم اینها قول داده باشن به چین و روسیه در آینده پذیرفتنی نیست. چرا نیست؟ چون ملت ایران اصلا خبر نداشتن که چی داده شده و هرچی که در ایران هست مال ملت ایرانه. حالا این وابستگی و این بردگی علی خامنه‌ای به شرق که با شعار نه شرقی نه غربی بودن الان بنده شرق شدن و کلن برده شرق شدن، تکلیف علی خامنه‌ای رو برای غرب و حتی برای پوتین و روسیه هم روشن کرده. و اون چیه؟ اینکه الان جنگ اوکراین کلن در مرحله نهایی قرار گرفته. یعنی چی؟ الان وارد سومین سال جنگ اوکراین شدیم. دقیقاً سر سومین سال یه سری اتفاقات دیدیم. مثلا از مصاحبه تاکل کارلسون شروع شد، بعد کشتن ناوالنی بود، بعد کشتن و ترور سری مخالفین بود، مثلا اون خلبان هلیکوپتری که از روسیه فرار کرده بود برده بود هلیکوپتر به اوکراین، اونو ترور کردن تو اروپا. یه سری اتفاقا داریم میبینیم. از جمله مثلا یه چیزی در اومد به نام سلاح ضد ماهواره روسیه. خب الان چه اتفاق داره میفته؟ سر سومین سال هستیم. تا همین جای داستان ولادیمیر پوتین بیش از 200 میلیارد دلار برای این جنگ هزینه کرده. خب 200 میلیارد دلار، صدها میلیارد دلار از پول روس‌ها و طرفداران ثروتمند پوتین در خارج از روسیه مصادره شده و الان آمریکا گفته که این پولا رو ما میدیم به اوکراین. خب از طرف دیگه بیش از 300 هزار جوان روس کشته شده در این جنگ، یعنی قربانی خواستای پوتین شده. در صورتی که اون طرف داستان اوکراین بیش از 70 هزار نفر سرباز کشته داده، حدود 11 تا 20 هزار نفر هم غیر نظامی کشته شدن توسط ارتشیای روسیه اعدام شدن. خب ببینید در این شرایط وارد مرحله نهایی شدیم. یعنی این جنگ که تا الان بیش از 200 میلیارد دلار برای روسیه هزینه داشته، 200 میلیارد دلار برای غرب و ناتو اینا هزینه داشته، این نمیتونه هر سال تمدید بشه. جنگ بزرگ و پرخرجی، هم نفرات داره هزینه میده و هم پول. بنابراین این تغییراتی که سر سال سوم داریم میبینیم، این صحبت ها، این سلاح رو کردن ها، همه اینا برای چیه؟ برای اینکه این سال سوم سال نهاییه. یعنی اینجا باید معلومش که یه نفر باید کم بیاره، یا روسیه باید عقب نشینی بکنه و صلح بکنه، یا باید اروپا و ناتو، که به نظر من روسیه ناچار خواهد شد عقب نشینی بکنه به خاطر اینکه چیزایی که داره رو میکنه، غربیه یه واژه دارن به اسم پرکتیکال، یعنی عملی نیست، یعنی اجرایی شدنی نیست، غیر قابل انجامه. حالا براتون توضیح میدم چی. ببینید روز چهارم اسفند ماه صدای آمریکا گزارش داده. رویترز گفته آمریکا بیش از 500 تحریم علیه روسیه وضع می‌کند. معاون وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده در اقدامی همزمان با دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 500 شخص و نهاد را روز جمعه هدف تحریم قرار خواهد داد. خب ببینید طی صحبت‌های دیگه که کردن مقامات کاخ سفید گفتن که تحریم‌های روسیه فقط شامل روسیه نمیشه، بلکه شامل هر کسی که روسیه رو پشتیبانی میکنه میشه، از جمله به خصوص رژیم اسلامی. خب اما چرا این تحریما هم شامل رژیم نه تنها خواهد شد، بلکه کمر علی خامنه‌ای و آخوندها رو خواهد شکست؟ و اصولا به نظر من این تحریم ها کاملا همگام خواهد شد با تحریم کلی رژیم اسلامی. ببینید تحریم روسیه و گرفتن جلوی روسیه بسیار بسیار در این مرحله مهمه.
روسیه یعنی پوتین نشون داده که برعکس آخوندها اکوسیستم قوی داخلی طراحی کرده. یعنی کشور روسیه بیش از 140 میلیون نفر جمعیت داره، بزرگترین کشور جهانه، به هر حال اکوسیستم داخلی داره برای خودش. طی تمام این سال هم که با آمریکا و غرب روابط نزدیک داشتن، از تکنولوژی های اونا استفاده کردن، یه مقدار خودشون رو ساختن و رو آوردن. در این شرایط که در مرحله نهایی قرار داریم، به قدری لازم فشار وارد بشه به روسیه که روسیه مختل بشه و در این مرحله نهایی روسیه از کار بیفته و ناچار بشه پوتین صلح بکنه. خب کشوری به این قولی یعنی مثل روسیه همپیمانانی داره و برای شما توضیح دادم از قبل که هر وقت شما میخوای علیه کسی به جنگ بری، اولین کاری که باید بکنیم که پشتیبانیشو نابود بکنیم. پشتیبانی روسیه الان چند کشوره؟ یکی رژیم اسلامیه، یکی کره شمالی در سلاح و مهمات، یکی چینه. خب کره شمالی که از اونجا که قدرت هسته‌ای شده، کار زیادی در موردش نمیشه کرد. چینم قدرت صنعتی و هسته‌ای و نظامی و چیزی که به این سادگی بدونه که وارد جنگ بشی باش، کار بزرگی نمیتونی علش بکنی. تنها کشوری که نه قدرت هسته‌ای شده هنوز، نه الان روی بازار جهانی تأثیری داره، یعنی نفت رژیم قاچاقیه، نفت قانونی اصلا برای خودش بازار داره و از اون گذشته هیچ چیزی که ما الان در جهان تولید میکنیم دنیا رو لنگ نمیذاره. یعنی الان فرش ایران به کلی از بازار جهان، در صورتی که بهترین فرش دنیا، مهمترین و گرونترینه، به کلی بازار جهانی رو از دست داده. هیچ چیز کشاورزی ما تولید نمیکنیم که دیگران تولید نکنن. یعنی تا حد زیادی بلا موضوع شده ایران الان، یعنی اصلا بودن و نبودنمون چندان فرقی نمیکنه در بسیاری موارد. خب تنها پشتیبانی روسیه که واقعا میشه قطعش کرد رژیم اسلامی، یعنی واقعا زد داغونش کرد. بنابراین برای همینه که میگن تحریم های جدید علیه روسیه شامل رژیم هم خواهد شد. یکی از چیزایی که اصلا شاملش شده و الان بحثش در گرفته در داخل آمریکا که در یک برنامه دیگه بهش خواهم پرداخت، اینه که کلا ناوگان ارواح رژیم که یک ناوگان غیر قانونی نفت کشه و با پول ملت ایران خریدن، این ناوگان بینام و نشانه، با این نفت قاچاق میکنن و روسیه هم با ناوگان رژیم داشته قاچاق میکرد تا الان، خودش ناوگان ارباح اشباح نداره. برای همینی که الان کاخ سفید صحبت از این میکنه که ما میخوایم جلوی صادرات نفت رژیم رو بگیریم و این جدی و واقعیه. چرا؟ به خاطر اینکه الان در سال سوم، سال نهاییه، از این طرف آمریکایی ها و اروپایی ها دارن پول و مهمات و امکانات رو میکنن، از طرف دیگه روسیه هیچی نداره رو بکنه. برای همین چیزایی داره رو میکنه که عملی نیست و بهش اشاره کردم. مثلا ولادیمیر پوتین دو روز پیش سوار یک بمب افکن هسته‌ای شده و رفته یه جای پرواز آزمایشی داشته. این مثلا یه اخطار. خب اخطارش اینه که آقا ببینید من بمب افکن هسته‌ای دارم، بمب اتم هم دارم، که این عملی نیست، استفاده نخواهد کرد از بمب اتم، اینا همه میدونن. این اولا میخواد جوری القا بکنه که ما خطرناکیم و احتمالاً استفاده میکنیم از این. این دقیقاً همون رفتاریه که جانوران در طبیعت برای اینکه گنده خودشون نشون بدن انجام میدن. مثلا همیشه میگن اگر یه خرس رو دیدید در طبیعت، وانمود بکن که موجود بزرگی هستید، قدتون رو بزرگ نشون بدید، دستاتون رو بیارید بالا و خودتون رو حجیم نشون بدید، به خاطر که خرس اگر ببینه که شما چه گنده هستید و موجود بزرگی هستید، حمله نمیکنه و فرار میکنه و رویارویی نمیکنه با شما. این اصولا تاکتیکی که الان پوتین داره انجام میده. این طرف داستان ناتو هم تاکتیکی اینا نشون نمیده، پول داره تزریق میکنه، مهمات و ادوات و همه چی. اتفاقا دونالد ترامپ هم داره میاد، صنایع نظامی آمریکا دو برابر بیشتر شکوفا خواهد شد و ادوات و همه مهمات و اینا پیشرفته تر از گذشته خواهد شد. گرچه الان صحبت از اینه که ترامپ گفته من جنگو خاتمه میدم و همه اینا، ولی این قطعی نیست. ترامپ فقط میگه مجرم من پوله، ناتو پول بده ما تامین میکنیم و صحبت بیشتر سر اینه، سر این نیستش که من سیاستم تعطیل کردن ناتو، صحبت فقط سر پوله، مشکل ترامپ پوله. مثلا چیزهای دیگه هم که پوتین رو کرده طی روزهای گذشته، مثلا یه صحبت در مورد سلاح ضد ماهواره فضایی روسیه. خب ببینید این اطلاعات که الان در اومده، خیال نکنید روسیه نمیدونسته که این اطلاعات آمریکایی‌ها دارن رصد میکنن، اتفاقا به عمد روسیه دقیقاً، یعنی پوتین بهشون گفته بوده جوری شما این اطلاعات رو داخل روسیه رد و بدل بکنید بین سازمان‌های اطلاعاتی که آمریکایی‌ها بتونن شنود بکنن. خب این اصلا یک حرکت سیاسیه،
سلاح واقعی شلیک نخواهد شد. بخواد که روسیه میدونه خودش اگر این درو باز بکنه دیگه بسته شدنی وجود نداره. همه سلاح فضایی شلیک خواهند کرد و الان صنایع فضایی آمریکا پیشتاز همه دنیاست. یعنی اسپیس ایکس تازه یک شرکت آمریکایی میتونه در یک ماه 10 15 تا 20 تا شاید شلیک انجام بده. لازم یک کمپانی آمریکایی. کل کمپانی آمریکایی دیگه ردیف شدن. چینیا تازه بعد از این همه سال تازه اولین موشه که باز پرتابی رو آزمایش کردن و اصلا منظور کی به نتیجه برسه کارشون و اصلا برسه یا نرسه. منظورم که تمام اینها تاکتیکه و این تاکتیک فقط بزرگ نماییه. چرا؟ چون سال آخر هستیم. اما اروپا کوتاه نخواهد اومد و اروپا و غرب خواهند برد این بازی رو. چگونه؟ ببینید پشتیبانی روسیه رو به کلی در هم خواهند شکست. چرا؟ به خاطر اینکه رژیم اسلامی دیگه الان فقط مسئلهش تأمین مالیه و ادوات و مهمات و اینا برای روسیه نیست. رژیم اسلامی سر راه بسیاری قرار گرفته. بسیاری. از جمله اروپایی ها. این وسط محمد بن سلمان گرچه میخواد بهترین نتیجه رو بگیره ولی اروپایی ها ترجیح میدن. یعنی ترجیحشون اینه که حتی اگر با تغییر رژیم هم شده بالاخره کوریدور عربستان انجام میشه. بن سلمان دنبال اینه که مثلا بهترین نتیجه رو بگیره. یعنی چی؟ مثلا جوری بشه که کوریدور هم انرژی باشه هم کالا باشه همه چی بشه. اما واقعیت اینه اگر شرایط ادامه پیدا بکنه کوریدور عربستان امکان پذیر نیست انجام بشه. این از این. از همین گذشته اگر رژیم نباشه چی؟ رژیم اگر نباشه یا کوریدور عربستان میشه یا نمیشه یا اگر نشه کوریدور ایران قطعا میشه. چرا؟ چون همونطور که در پادکست قبلی توضیح دادم اصلا امکاناتش فراهمه. اون کشیده شده خطوطش در ترکیه همه چیز نصبه. فقط کافیه در ایران رژیم عوض بشه، رژیم جدیدی بیاد مثل رژیم پهلوی و بشه باش کار کرد. همین. بنابراین اروپا وای نمیسته نگاه بکنه که بن سلمان کارش به نتیجه میرسه یا نمیرسه. حالا با همه این حمایت‌ها از تجدید طلب و اینام کنار، اینم کنار میره. یک آزمایشی که دارن اینا انجام میدن به شکست که بخوره همه اینا من قبلا براتون توضیح دادم. روزهایی که رژیم داره سقوط میکنه و میهن پرستان دارن پیروز میشن، این اروپایی‌ها همه‌شون ساز میهن پرستی ایرانی میزنن. بهتون قول میدم. همه‌شون صحبت از رضا شاه دوم میکنن، پادشاهی ایران میکنن. هیچ شکی نداشته باشید. حالا بنابراین در این مرحله نهایی جنگ اوکراین این رژیم اسلامی که واقعا نابود خواهد شد. یعنی علی خامنه ای به قدری احمقه در حالی که هیچ کشور دیگه واقعا سلاح نداد به رژیم، همین چند روز پیش کلی موشک میان برد و دور برد فرستاده روسیه. حالا رژیم ادعا میکنه که نفرستاده ولی واقعیت این که فرستاده. چرا؟ چون به زودی زمانی که جو بایدن تصمیم بگیره الان زمان رویارویی با رژیمه و اسرائیل آماده است، اروپا آماده است، همشون آمادن که الان همشون ناوگانشون رو آوردن تو دریای عرب و خلیج فارس و دریای عمان. لحظه که آماده بشن اعلام خواهند کرد که باید سند ارسال موشک‌های ذوالفقار رژیم بیرون بیاد و اوکراین اون وقت اسناد رو منتشر خواهد کرد. به نظر من دقیقا این سناریویی که اتفاق خواهد افتاد و احتمالا این همراه خواهد شد با معامله‌ای با پوتین، با چین و همینطور قطعنامه‌ای در شورای امنیت. مطمئن باشید امسال رژیم اسلامی به لطف بایدن آخرین سالی بود که نفسی راحت کشید و سال دیگه فقط تحریم شدید، جنگ و انقلاب ملی ایرانه که در موج کوبنده بعدی به حساب آخوندا خواهد رسید. پایدار و سربلند ایران و ایرانی، جاوید شاه، تا با خبر بعدی بدرود.